درود فراوان پوران پوراقبال هستم روان درمانگر مشاور بالینی و جامعه شناس و اینجا قسمت دیگر از برنامه بهداشت روان در آریا تیوی رو اجرا می کنم و موضوع این هفته ما مسائل خانواده ها با کودک و نوجوانشون هستش در حقیقت میخوایم نگاه بکنیم که اه, کودکان و نوجوانان اه, چه مسائلی دارن و خانواده ها باید چگونه به این به سری علائم و شواهد دقت بکنن با ما باشید خب بسیاری از پدران مادران امروز نگران فرزندان خودشون هستند و اینجا میخوام توضیح بدم در بهله اول وقتی از فرزندان صحبت میکنم از کودک صفر تا 19 سال محسوب میشه در بی سی یا بریتیش کولومبیا کانادا که ما زندگی میکنیم کودک فردیست بین صفر تا 19 سال و من میخوام که در این رنج سنی صحبت بکنم به اضافه این که الان تمام به معلوماتی که در علم عصب شناسی به دست اومده این هستش که میگن همچنان تا سن 25 و 26 فرد کودک ما در حقیقت فرد جوان ما تا اون موقع همچنان در حال تکمیل کردن سلول های مغزی هستش و یعنی رشد مغزی همچنان ادامه داره پس یه خورده حالا تا 19 سال صحبت میکنیم ولی از اون طرف هم باید با توجه به پیشرفت و رشد مغز تا 19 سال رو هم یه خورده تا 26 سال رو هم یه مقدار نگاه بکنیم اه ما امروزه زندگی داریم خب زندگی جوامع مدرن به این صورت شده که مسئله اینترنت، تلویزیون، این سوشیال میدیا، کودکان بیشتر خونه هستن، فرزندان ما بیشتر خونه هستن، خانواده ها مشغول تر از همیشه به دنبال راه زندگی و به عنوان ساپورت کردن امور فرزندان و از اون طرف هم استاندارت های خانواده ها و همه ما بالاتر رفته و می که کودکانمون فرزندان و نوجوانمون به جاهای خوب برسه و مسائل خانواده خیلی از همیشه پیچیده در شده از اونجا که خانواده ها بیشتر به هم نیازمندن ولی از طرفی هم از هم دورتر شدن به خاطر این جریان اینترنت حالا مسائل ما چی هستش و من چرا این موضوع رو انتخاب کردم سالهای سالی است که من کار مشابه درمانی انجام میدم و خانواده زیادی رو میبینم که توی شرایطی فرزند نوجوانشون رو برمیدارن میارن آفیس و میگن این رو تربیتش کن وقتی میپرسم جریان چی هستش میگن این فرزند ما حالا پسر یا دختر به حرف من گوش نمیکنه درس نمیخونه همش رو تخوابیده پای تلفن پای, پای اینترنت در کارهای خونه دقت نمیکنه یا اصلا مشارکت نمیکنه با ما جایی نمیاد حرف میزنه و مسائلش رو با ما بیان نمیکنه و امروز روز هم خانواده های بسیار میبینم که از فرزندانشون شکایت دارن که اونها میرن بیرون وید میکشن یا امروز از این ویپ های هستش که استفاده میشه و این مسئله روزه که چرا نوجوان ما به خصوص نوجوان دوازه سیزده چارده ساله میره به طرف استفاده از ویپ و چه مسالی داره تو خانواده میگذره در واقع اگر یک برگردیم به این که ما چه روش های والدگری رو داریم استفاده می کنیم ما چه روش های چه سیستمی تو خانوادمون داریم یه خورده بعد اینجا به خودمون اول نگاه بکنیم ببینیم که چقدر تو خونه محیط آرومی داریم چقدر تو خونه محیط مهربان و پر از اعتمادی داریم و یا برعکس گاه اوقات محیط خونه تنش داره و جایی برای آرامش برای هیچ کس نمیذاره و پدر و مادر دارن مرتب گفتگو میکنن ناراحت هستن بر سر مسائل کودکان و من این رو خیلی زیاد میبینم که متاسفانه وقتی که به مسئله نوجوانان میرسه لقب زیادی به این نوجوان داده میشه که تو تنبلی تو درک نداری یا اینکه اصلا میرسیم به اینکه این, که بیماری انواع اقسام بیماری هایی رو که رو بچه ها میذارن خب امروز ما مسئله موزل پیشفعالی رو داریم در خانواده ها و اصلا موزل پیشفعالی همیشه وجود داشته ولی به نظر میاد که تعداد زیادی از نوجوانان جوان دوازه سیزه چارده و بالا به ADHD تشخیص داده میشه روشون و یا افسردگی و استراب و از اون طرف خانواده چون نمیبینه که اصلا این مشکل چی هستش شروع میکنن به اینکه فرزند رو سرخورده تر بکنن از اون چه کس ببینید حالا موزل پیشفعالی رو یه موقع صحبت بیشتر خواهم کرد راجبش ولی میخوام به این نتیجه برسیم که ما نقش خودمون نقش پدر و مادرها توی مسائلی که خانواده ها دارن خیلی زیاده. با وجودی که سخت در داوری که قبول بکنیم گاهی اوقات و این اعتقاد من هست که همیشه پدر و مادرها با تمام توانشون. تلاش میکنن برای اینکه فرزندشون رو به راه خوب هدایت بکنن ولی گاهی این تمام توان و تلاش جواب نمیده گاهی اوقات من این رو خیلی زیاد میبینم که خانواده ها پدر و مادر خودشون دوچار مسائل مختلف هستن از استراب و وسواس و افسردگی که بگذریم به سردرگمی های اجتماعی و دنبال کار بودن ها دنبال هویت اجتماعی خود بودن و همه اینها باعث میشه که فرزند ما یه جورای این وسط به صلاح نادیده گرفته بشه و حالا مسئله مهمتر اینه که نگاه بکنید امروزه دی علم عصب شناسی حرف اول رو میزنه دکتر دانیل سیگل ایشون لید به نوروساینس هستش تو کالیفرنیا یونیورسیتی یو سی ال و تو تمام کتاب هایی که ایشون میده بیرون و سخنرانی که میکنه مهمترین کتابش هست The Whole Brain صحبت از این میکنه که مغز کودک و نوجوان تا بگیم از صفر تا سیزده دوازده 2013 یه محیط ثابتی ثابتی توی مغز وجود داره کودک یاد گرفته که با محیط خودش رو هماهنگ کنه حالا هر محیطی که هست و اون فرد کوچکی است که تو خانواده وجود داره همه دوستش دارن و اینها یواش یواش که هم قدش داره بلندتر میشه و همین که هیکل داره رشد میکنه و اینها و از اون طرف هم با وجود که هیکل داره رشد میکنه از اون طرف مغز یه سری سلول هایی رو که تو کودکی وجود داشته برای اینکه فرد بتونه خودش رو با محیط دوران کودکیش هماهنگ کنه اونها داره تبدیل میشه به یه سری سلولهای جدیدی که فرد رو ببره به طرف رشد مستقل و ببره به طرف اینکه پیشرفتش بده هولش بده به طرفی که بهتر طرف بزرگسالی بده در نتیجه یک تحول خیلی زیادی تو مغز هستش و یک ایشون ال... استفاده میکنه که پرونینگ یعنی که مغز انگار داره این تمام سلول رو خودش از دست میده درختی است که میوه رسیده به اندازه کافی داره میریزه که به اصطلاح های جدید بزنه حالا تو این بحثی که این مغز داره اینقدر توی تحول هستش خانواده هم از اون طرف میاد میبینه که چی شده کودکی که تا دیروز خوب بود و میومد میشست بغل ما و پسر یا د... د... دو... دختر بهاصطلاه حالا کلاس پنج شیش گاهی قاتم هفت درسش خوب میخوند همه چی او اوکی بود ولی الان یواش نه دیگه پیش ما میشینه نه درساش خوبه نمره هاش داره افت میکنه و حوصله نداره صبح دیر بیدار میشه خواب روزای شنبه یک شنبه،, شنبه تو خونه بیشتر خوابه حوصلش نمیاد به واسه هیچ گونه که خانواده دارن خب اینجا چه اتفاقی داره میفته اینجا خانواده یادش میره یا نمیبینه که مغز این کودک در آشوبه و در حال تحول اگر آشوب کلمه درستی نباشه در در حال تحوله ولی از اون طرف انتظارات پدر مادر از کودکی که تا دیروز کودک بوده و الان قدش ممکنه هم قد پدر مادر بوده باشه و هیکل بزرگتر شده خب انتظارات بالا رفته و انتظار می اینجوری میشه که ایشون باید هم اندازه پدر مادر یا بزرگسالتون خونه بدونه ولی اینطوری نیست حالا بیشتر صحبت میکنیم چرا اینطوری نیستش کودک و نوجوان در این سنهای دوازه سیزده به بالا شروع میکنه به نیاز... نیازهایی داره که نیازهاش رو تا به حال شاید خانواده یه جورایی جواب داده ولی از این به بعد میره به طرف نیاز به هویت نیاز به احترام داشتن نیاز به تعلق توی گروه اجتماعی بودن اگه تا دیروز این دختر یا پسر تو گروه های همسن و همجنس خودش حرکت می از این به بعد یواش داره حواسش میره به طرف جنس مخالف و اینکه تو گروه های حرکت بکنه و اینکه دوستان محدودتری رو بگیره و با اونها بخواد سمیمی تر بشه و از اون طرف چی تو خونه داره اتفاق میفته مسائلی که فرهنگی که ما داریم همیشه پدر مادر رو میگن به بچه‌ها میخوان یاد بدن به دوست اعتماد نکن یا دوستان میتونن خطرناک باشن یا محیط بیرون بده و در حقیقت به خصوص پدر مادری که استراب بالا دارن استراب خودشون رو دارن به به فرزند منتقل میکنن و ترس هایی رو که دارن دارن منتقل میکنن و این کودک با وجود این فرزند با وجود این که نیاز به اون هویت یابی داره نیاز به اون دوست یابی داره از اون طرف سرخوردگی داره براش به وجود میاد و با مخالفت خانواده روبرو میشه و از اون طرف هم توی محیط مدرسه پیر پرشر زیاد یا فشار زیادی وجود داره این خود این نوجوانان اینها همدیگر رو ترد میکنن اونهایی که مثل هم نیستن از این گروه ترد میشن و اون کسی که احیانا حالا میتونه این نوجوان تازه آمده ای باشه مهاجر باشه و پدر مادر روش فشار زیاد تو خانواده دارن میزن استاندارت ها بهش میگن درس بخون از اون طرف مغز و هوش و حواسش جای دیگه هستش و اصلا سیستم کار نمیکنه و این بچه تو خودش نیست و مثل خودش نمیتونه باشه و مثل دیگران هم نمیتونه باشه سعی میکنه مثل دیگران باشه ولی نمیتونه چرا که حالا ممکنه تو جهت فرزندی که جدید اومده اینجا زبان بلد نیست و داره سعی میکنه که خودش را با گروه های همسان همسن در حقیقت یکی بکنه پیدا بکنه اون گروه های خودش رو در نتیجه بحران روانی زیادی داره اتفاق میفته بدون این که ما بدونیم و خانواده همچنان مصره که تو باید درس بخونی و نمرهات چنین و چنان باشه بدون این که خبر داشته باشیم تو دل این فرزند جوان ما چه میگذره راهکار چیست؟ گوش کردن صحبت کردن با فرزندمون در نهایت مشارکت گرفتن مشاوره گرفتن توی مدارس همه جا مشاوران خیلی خوبی هستن نگاه بکنین ببینین اگر دیدین که حالتهای فرزندتون عوض شده رفتارهاش عواطفش و برخوردهاش داره عوض میشه مطمئن باشین که چیزی داره اتفاق میفته و اینو سعی بکنین که بدون اینکه فشار رو کودکتون بذارین باز بکنید ببینید چه اتفاقی داره میفته و بدون لقب دادن کودک و نوجوان گوش کردن یکی از بهترین راهکار هاست و در مقابلش پند و اندرز دادنه که ما هم, هم خوب بلدیم ولی کار نمیکنه چون یک جایی نوجوان ما تصمیم میگیره گوشش رو ببنده به های ما گوش نکنه اون وقتی که خطر واقعی وجود داره توی برنامه بعدی راجع به یه سری علائم و شواهد بیماری های روانی صحبت خواهم کرد و امیدوارم که روز روزگار خوش باشه و کمک بگیرین از سیستم هایی که وجود داره در زم من خودم یه سری جلسات فرزند پروری دارم اگر دوستان علاقمند بودین با آریا تیوی در تماس باشین و در خدمت تو خواهم بود متشکرم روز روزگار خوش